مقامات ایران در خصوص انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز مثل همیشه اول سکوت کردند بعد گفتن جزئی بوده ولی بعدتر گفتن سرمات جدی به بخش نسل جدید و پیشرفته‌تر سانتریفیوژهای تازه کار گذاشته شده وارد آمده اینکه چه کسی یا کسانی در محل بمب کار گذاشته بودند یا از بالا به توسط هواپیماهای رادار بریز بمباران شده و یا خرابکاری سایبری بوده هر کسی چیزی میگوید شورای امنیت ملی ایران میگوید میداند چه شده ولی نمیگوید بسیاری هم در داخل ایران و هم در خارج انگشت اتهام را به طرف اسرائیل دراز می کنند. مقامات اسرائیلی هم در این زمینه دو پهلو حرف میزنند ظاهرا احتمال دخالت اسرائیل بیشتر از شایعات دیگر جدی گرفته شده اگرچه تشکیلات ظاهرا خلق و هم که مدعی است تشکلی است از ناراضیان در داخل ارتش و نیروهای امنیتی ایران میگوید کار اونها بوده چطور می شود فهمید واقعیت چیست اگر کسی بتواند نوری بر این فضای مهالود بیافکند بدون شک رونان برگمن ژورنالیست جستجوگر جو اسرائیلی است که تا به حال چندین کتاب در خصوص رفتار و عملیات نیروهای امنیتی اسرائیل علیه ایران منتشر کرده از جمله کتابهای جنگ مخفی با ایران و برخیز اول تو بکش که دو سال قبل منتشر کرد و شرح مفصل عملیات نیروهای اطلاعاتی اسرائیل از قبل و بعد از موجودیت اسرائیل است. او در خصوص انفجار نتنس هم مقاله هایی در روزنامه نیویورک تنگ منتشر کرده. رونان برگمن مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر است. رونن برگمن،, رونن برگمن به برنامه به دیگر خوش آمدید سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید فکر می کنم طبیعتا اولین سال باید این باشه که آیا انفجار تاسیسات هسته اسی نتنز کار اسرائیلیا بود خب این چیزیه که تا مدت ها نمیتونیم جواب دقیق و درستی براش داشته باشیم اسرائیل حتی اگه واقعا پشت این عملیات باشه هرگز به صورت رسمی مسئولیت اون رو به عهده نمیگیره مثلا نباید انتظار داشته باشیم که دولت اسرائیل بیاد و توی کنفرانس خبری این رو اعلام کنه مثل اونچه که در آوریل سال 2018 شاهدش بودیم و نخست وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو پشت تریبون به همه گفت که سازمان اطلاعاتی اسرائیل اسناد هسته ایران رو از تهران به سرقت برده چیزی که اینجا داریم فرق میکنه این یه عملیات خرابکاریه. سرقت اسناد نیست یعنی اگه در واقع اسرائیل عامل این خرابکاری بوده امکان نداره به طور رسمی مسئولیتش رو بپذیره خب با این حال و با توجه به اونچه که ما در روزنامه نیویورک تایمز پوشش دادیم همچنین یه منبع اطلاعاتی در خاورمیانه میانه که میگه اسرائیل مسئول این عملیات بوده گزارش های دیگه ای که با تکیه بر منابع آمریکایی میگن بعضی از دولت مردای این کشور پیشتر توسط دولت اسرائیل در جریان این عملیات قرار گرفته بودند و با توجه به رابطه نزدیکی که میدونیم بین نهادهای اطلاعاتی دو کشور وجود داره بین مقام های عالی رتبه یعنی مدیر موساد یوسی کوهن و وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو بر اساس همه اینها باید بگم که خیلی بعیده که هر کدوم از این دو کشور بدون هماهنگی و اطلاع قبلی اون یکی بیاد و علیه ایران اقدامی انجام بده. خیلی زود بعد از انفجار در صبح دوازده تیر ماه من هم مثل سایر همکارانم هم در بی بی سی بخش فارسی ایمیلی دریافت کردیم از گروهی کاملا ناشناخته به نام یوزپلنگان وطن که مسئولیت رو به عهده گرفته بود آیا ممکنه که این یک گروه مندرابردی احیانا توسط موساد باشه برای ردگم کرده؟ خب اگه اسرائیل رو عامل این انفجار بدونیم اون وقت به احتمال زیاد اجرای عملیات بر عهده موساد بوده چون به هر حال موساد نهادیه که مسئول تمام فعالیت های اطلاعاتی اسرائیل در خارج از مرزهای این کشوره و به نظر میاد اونایی که عملیات رو انجام دادن یه جورایی براشون مهم بوده که غیر مستقیم به مسئولیتشون اشاره کنن و القا کنن که این ایمیل قبل از حمله ارسال شده و بنابراین این شخصی که اون رو فرستاده میدونسته که این عملیات کجا و چه زمانی میخواد انجام بشه یعنی این ایمیل به ما میگه که اونچه که در سایت نتنز رخ داده اتفاق اشتباه یا مشکل فنی نبوده بلکه یه خرابکاری با برنامه قبلی بوده وقتی هم کسی میاد عنوانی مثل یوز پلنگان وطن رو انتخاب میکنه مخاطب قاعدتا میدونه که این عنوان جدی و واقعی به نظر نمیاد و اصولا هدف اونا هم این نبوده که چیزی غیر از این القا کنن هدفشون این بوده که مخاطب با خودش بگه یعنی چی این دیگه چه گروه اپوزیسیونیه ما که تا حالا اسمشون نشنیده بودیم این عنوان به نظر نمیاد اسم یه گروه واقعی باشه بنابراین شاید اونایی که این ایمیل رو برای شما فرستادن در واقع خودشون هم همین رو استفاده از یه اسم ناشناخته تا همه به نوعی متوجه بشن که مجری اصلی این عملیات یه حکومت خارجی بوده In uh, مسابقه که دو سال قبل با شما داشتیم گفتید که در سال 2010 بین مایر داگان رئیس وقت موساد و بریامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سر برخورد با ایران اختلاف نظر خیلی جدی وجود داشت در حالی که نتانیاهو طرفدار حمله و بمباران تاسیسات هسته ایران بود داگان میخواست که اقدامات مخفی و خرابکارانه باشه داگان بعدا از طرف نخست وزیر برکنار شد و بعد هم مرد ولی آیا فکر نمی کن که شیوه داگان الان داره اجرا میشه اگر این کار کار اسرائیل باشه And right now in the, uh, uh, Mr. Netanyahu's uh, administration? If it's this operation in Natanz, اگه عملیات سایت نتنز واقعا کار اسرائیل باشه اون وقت باید بگیم که موساد تونسته دقیقا اون چیزی که میخواسته رو بهش برسه چون بر اساس ارزیابی هایی که انجام شده به واسطه این عملیات برنامه هستهی ایران بین یک یا دو سال به عقب رونده شده بنابراین اگه کسی تونسته این عملیات مخفیانه رو اجرا کنه در واقع تونسته بدون اینکه نیروی هوایی خودش رو درگیر این ماجرا کنه و ریسک های نظامی رو متحمل بشه دقیقا به اون هدف مطلوب خودش برسه مسئول انفجار نتنز هر کسی که بوده تونسته تبهر قابل توجه خودش در حوزه اطلاعاتی و گردآوری داده های امنیتی و همچنین اجرایی کردن اون رو درست پشت خط امنیتی دشمن به رخ بکشه. In intelligence collection وجود داره که به سه عامل برای اینکه اسرائیل پشتین اقدام باشه اشاره میکنه اول اینکه میگه تا چند ماه دیگه ممکنه ترامپ در انتخابات برنده نشه و اسرائیل حامی پامپو پر قورسش از دست بده. دوم اینکه ممکنه تا چند ماه دیگه تحریم های تسلیحاتی ایران لغو بشه و ایران امکان پیدا بکنه که تجهیزات خیلی مدرنتری داشته باشه برای دفاع از تحصیلات ازش و سوم اینکه بعض اقتصادی ایران خیلی خرابه و اسرائیل دارن از این موقعیت استفاده میکنن آیا شما با این تحلیل ها موافقید Do you agree with this analysis? Well, partly. I think that uh... بله تا حدودی به نظر من اسرائیلیا نگاه میکنن و احتمالا یه حساب کتابایی با خودشون دارن که اگه آقای ترامپ در ماه نوامبر مجددا انتخاب بشه چه اتفاقی میفته و اگه رأی نیاره و رقابت رو ببازه و آقای بایدن از ماه ژانویه رئیس جمهوری بشه چه رخ میده خب ممکنه بایدن مذاکرات هسته‌ای با ایران رو از سر بگیره و برجام رو دوباره به نوعی بازسازی کنه بنابراین با این فرض و با در نظر گرفتن اینکه از سال 2017 اسرائیل روی حمایت دولت ترامپ برای عملیاتی کردن یک سیاست تهاجمی تر علیه ایران حساب باز کرده اون وقت زمان باقی مونده برای اسرائیل محدود به ماه ژانویه پیش رو میشه این نکته رو هم باید اضافه کنم که اگه مسئول انفجار اسرائیل باشه باید توجه کنیم که این یه عملیاتی نیست که توی روز طراحی و اجرا شده باشه بلکه ماها اگه نگیم سالها پشتش برنامه ریزی بوده به همین دلیل اگرچه من این عملیات رو شاید مستقیما به اتفاقاتی که الان داره میافته مرتبط ندونم ولی در هر صورت اگه کار اسرائیل باشه اون رو در قالب یک استراتژی کلان میبینم اسرائیل اومده روی کردی که میر داگان ده سال پیش دنبال میکرد رو اقتباس کرده و حالا به یک شکل نوین و با ابزار دقیق تر و پیشرفته تری پیاده کرده. شورای امنیت ملی ایران به نظر میرسه که قبول کرده که در نتنس خرابکاری بوده و میگه که میدونه چه اتفاقی افتاده ولی فعلا نمیخواد بگه. این به شما چی میگه؟ What this statement by the National Security Council tells you این بیانیه از نظر من معنیش اینه که حکومت ایران دوست نداره که مردم این کشور بدونن که چه کسی تونسته مهمترین سایت هسته و کلیدی ترین قسمت این سایت رو که مربوط به زنجیره تولید سانتریفیوژ هست رو بزنه. و این زنجیره رو قطع کنه. وقتی این انفجار رخ داد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بلافاصله گفت که این فقط یک اتفاق بوده و هیچ آسیب جدی به سایت نتنز وارد نکرده. ولی چند روز طول نکشید که اظهاراتشون رو تغییر دادن چون فهمیدن که تصاویر ماهواره‌ای میزان صدمه رو میتونه نشون بده. و اون موقع مردم میفهمند که بیانیه اول دولت دروغ بوده به نظرم بازم حکومت خیلی تمایل داره که مردم ایران نفهمن که سایت هستهای نتنز با اون همه تمهیدات امنیتی درش نفوذ شده و کسی تونسته در برنامه هسته ایران خرابکاری ایجاد کنه اونم درست همون جایی که آمریکا و اسرائیل تحت عنوان عملیات بازی های المپیک یه بار دیگه یعنی ده سال پیش همین کار رو انجام دادن. Right. Does it also tell you... آیا ممکنه که این اعلامیه شورای امنیتی ملی در عین حال من غیر مستقیم داره میگه که اسرائیل پشت این کار بوده؟ چیزی well, که من میدونم اینه که همکارم فرناز فسیحی، در نیویورک تایمز یه تماس غیررسمی با منابع خودش در داخل ایران داشته که بر اساس اون مکالمه نظر سپاه اینه که عملیات کار اسرائیل بوده و هدف هم این بوده که رژیم ایران دوچار بی بشه و اعتماد مردم به توان دفاعی رژیم خدشه دار بشه. با اطلاعاتی که شما در خصوص موساد طی سالها جمع کردید حس درونی خودتون چیه؟ می کنید کار موساد بوده؟ What's your gut feeling? Do you think it is actually ببینید در این زمینه ها من معمولاً بر اساس حس درونی نظر نمیدم چون باید مبنای ما حقایق موجود باشه و این حقایق اونطور که ما در آخرین گزارشمون توی نیویورک تایمز منتشر کردیم و توی یه گزارش دیگه هم که داره آماده میشه منابع و اشخاصی هستن که شاید مجری نبودن ولی میگن جزئیات این عملیات از طرف اسرائیل با اونها در میان گذاشته شده بوده و همونطور که اول مصاحبه هم گفتم از طرف منابع آمریکایی اشاراتی شده که واشنگتن قبل از این عملیات دست کم در جریان قرار گرفته بوده فکر میکنین این نوع عملیات نوعی استراتژی مشترک موساد و سی آی است که قراره که ادامه پیدا بکنه؟ اگر برگردیم به دوره ریاست داگان در موساد باید بگم که اعتقادش این بود که برای دستیابی به یه هدف شما باید یک مجموعه عملیات تاکتیکی مخفیانه در قالب یه زمانبندی مشخص و فشرده انجام بدید تا بتونید به اون هدف استراتژیک برسید داگان به یه عملیاتی که یه بار انجام بشه و تموم بشه معتقد نبود بلکه استراتژیک نگاه می کرد و ای از حمله های پیوسته علیه دشمن رو شیوه درست می اگه به حرفاش هم خوب دقت کنیم می بینیم که همین سیاست استراتژیک موساد در سالهای اخیر بوده. ولی در هر صورت ما هنوز با اطمینان نمیتونیم بگیم که عملیات کار کی بوده و هدفی که میخواسته بهش برسه در چه چارچوبی قرار میگیره اما اگه بدونیم که اسرائیل واقعا پشت این انفجار بوده اون وقت میتونیم دو هدف رو براش در نظر بگیریم اولیش مشخصا تاکتیکیه و با هدف ایجاد توقف و تأخیر در برنامه هسته‌ای ایران و حساس ترین بخش زنجیره هسته‌ایش هم هدف گیری شده هدف دوم ارسال یه پیام به ایرانه اینکه اسرائیل هسته‌ای شدن مجدد ایران رو نمیپذیره و اینکه اگه لازم باشه با استفاده از قوه قهریه متوقفش میکنه ما میدونیم که برجام به دلایل مختلف و قابل بحثی معاهده موفقی نبوده آقای ترامپ ماه مه سال 2018 از برجام بیرون اومد و از اون زمان هم ایران به طور تدریجی و قدم به قدم تعهدات خودش رو در این توافق نقض کرده. اگه مشخص بشه که عملیات نتنس که اتفاق خیلی خیلی مهم و چشمگیری کار اسرائیل بوده، اون وقت با این عملیات تلاویف خواسته به تهران بگه که اجازه ادامه نقض برجام رو بهش نمیده. In your book, The Rise and Kill First, در کتاب برخیز و اول توبوکش به نظر می‌رسه که شما مطمئنید که دانشمندای هست ایران را اسرائیل کشته. چه شواهدی داری؟ ببینید توی پاورقیهای این فصل از کتاب البته نمیخوام با نقل جزئیات جذابیت کتاب رو برای کسایی که هنوز اونو نخوندن از بین ببرم. به هر حال توی فصل سی و 35 منابع و افرادی که من پژوهش خودم رو بر اساس اطلاعات اونا پایگذاری کردم میگن که این ترورها توسط اسرائیل انجام شده. البته حکومت ایران و سپاه پاسداران هم گفتن که کار اسرائیل بوده. دست کم یه نفر از افرادی رو که گرفتن جزیات دقیقی را بیان کرده. در مورد اینکه چطور به اسرائیل سفر داشته و تحت نظارت موساد آموزش دیده و بعدا یکی از اون دانشمندای هسته ای رو ترور کرده. البته اینکه یه نفر این اعترافات رو ممکنه تحت فشار انجام داده باشه لزوما و همیشه منکر حقیقت ماجران نیست. در هر صورت پژوهشی که من طی هشت سال انجام دادم نتیجه شد همین کتاب برخیز و اول تو بکش تحقیقات من قویا نشون میده که اسرائیل پشت اون ترورها بوده برای تعلیف این کتاب یه مصاحبه هم با مایکل هیدن داشتم مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا که بعدا رئیس سازمان سیا شد و میشه گفت یکی از مهمترین مسئولین تاریخ چند دهه اخیر جامعه اطلاعاتی آمریکا هست ازش پرسیدم ژنرال هیدن مهمترین ابزاری که شما یا اسرائیل یا هر دو با هم به منظور توقف یا تأخیر در برنامه هسته ای ایران استفاده کردید چی بود در جواب مکس نکرد و گفت قویترین ابزار این بود که یکی شروع کرد به کشتن دانشمندهای هسته ای توی کف خیابونای تهران وقتی گفت یکی منم یه لبخند زدم گفت رونه نخند حقیقت اینه که اون یکی یعنی اسرائیلیا هرگز به ما نگفتن که کار اونا بوده. البته متوجه شدیم که چند هفته بعد اینکه ما باهاشون در مورد اسامی شخصیت ها و وظایف دانشمندان ارشد موثر در برنامه هسته ایران صحبت کردیم، بعضی از این افراد کشته شدند. خب مشخص بود که کار کی بوده. بعد ازش پرسیدم که چرا این ترورها اینقدر مهم بوده. در پاسخ رجوع کرد به اولین جلسه شورای امنیت ملی آمریکا در سال 2009 با رئیس جمهوری جدید اون موقع یعنی باراک اوباما توی اون جلسه اوباما از هیدن که رئیس سازمان سیا بوده میپرسه ژنرال میتونی به من بگی که ایران چه مقدار اورانیوم غنی شده توی سایت نتنز داره همون سایتی که ما الان در موردش حرف میزنیم و پنج شنبه گذشته درش انفجار رخ داد در جواب هیدن میگه آقای رئیس جمهور من آمار رو دارم و میتونم پاسخ سوال شما رو بدم ولی بذارید بگم که این خیلی اهمیت نداره چون در واقع در تأسیسات نتنز حتی یه الکترون هم وجود نداره که تهش تبدیل به بمب اتم بشه کار که اونا توی نتنز انجام میدن تولید سلاح هسته ای نیست بلکه تولید دانش و تنها یک راه هم برای کشتن دانش وجود داره <applause> You, you um, pointed um, to the شما اشاره کردید که فرد یا افرادی اعتراف کردند که در ترور داشمندهای هسته ایران دست داشتند و به حال کار اسرائیل بوده بگذارید این نکته رو من روشن کنم که من با یکی از این افراد مصاحبه کردم و او معلوم شد که زیر شکنجه وادار به اعتراف شده بوده و مقامات ایران هم بعدا اعلام کردند که او به اشتباه متهم شده و حتی ازش اصخایی کردند. بگذارید در مبحث کتابتون بمونیم شما میگید که برای نوشتن این کتاب با هزار نفر اغلب از اعضای سازمان های اطلاعاتی اسرائیل صحبت کردید چرا باید این افراد خودشون رو به خطر بندازن و درباره موضوعاتی که قرار مخفی باشه با شما صحبت کنند؟ ببینید زمانی که پیشنویس اول رو برای انتشارات رندوم هاوس توی نیویورک فرستادم همین اولین سوالی بود که ازم پرسیدند موقعی که ازم خواستن قرارداد رو امضا کنم از من پرسیدن که کار تعلیف کتاب چقدر زمان میبره منم گفتم یک سال بعد با تعجب گفتن فقط یک سال برای کتابی که در مورد کل تاریخچه موساده گفتم بله من توی تمام کردن به موقع پروژه هام خیلی دقیق هستم و میدونم هر کار تحقیقی و تعلیفی دقیقا چقدر زمان میبره ناشر پیشنهاد کرد که جهت احتیاط و اطمینان زمان رو توی قرارداد یک سال و نیم قید کنیم من گفتم به هر حال هر چی دوست دارین میتونین بنویسین ولی من این رو توی یه سال میتونم تمومش کنم. نهایتا گوش نکردن و همون یک سال و نیم رو نوشتن. ولی بعدش این کار با یه تأخیر 6 سال کامل شد. دلیلش هم این بود که من اومدم از اول اول شروع کردم. اومدم تمام مطالبی رو که قبلا در مورد نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نوشته شده بود رو به کل کنار گذاشتم و همه چی رو خودم از نو شروع کردم. به همین دلیل با هر کسی که میتونستم مصاحبه انجام دادم و توی فهرست نهایی کارم هزار تا مصاحبه داشتم. وقتی که متن مصاحبه ها رو برای ناشر فرستادم، اونا هم دقیقا همین سوال تو رو ازم پرسیدند. اینکه چطور تقریبا همه این افراد خیلی روشن و بی پرده با تو در مورد اطلاعات کاملا محرمانشون صحبت کردن. گفتم ببینید هر کدوم از این افراد روایت خودشون رو دارن و منم برای هر کدوم روش خاص خودم رو داشتم که بتونم قانعشون کنم که صحبت کنند. به هر حال وقتی که یه زمینه مشترک وجود داشته باشه این افراد یعنی افسران اطلاعاتی عوامل اجرای عملیات کارشناس های امنیتی، کارشناس های فضای مجازی، گروه های ضربت همشون بعد از سالها کار در هوای گرگومیش در یک فضای سری و محرمانه میخوان مردم اسرائیل و مردم دنیا بدونن که اونا برای حفظ اسرائیل و امنیت ملی کشورشون چه کارهایی کردند. بعضی‌هاشون میگفتن ببینین این چیزایی که دارم به تو میگم تا حالا حتی به همسرم هم نگفتم. اونا میخواستن به مردم بگن چی کار کردند. البته در مواردی افرادی هم بودن که خیلی تمایل به ارائه جزئیات نداشتند. تو این شرایط من روش خودم رو داشتم. شما وقتی به یه اسرائیلی بگید که کس دیگه ممکنه موفقیت تو رو به اسم خودش بزنه، فورا از کوره در میره و مصمم میشه که دستاوردش رو حفظ کنه. یه کلمه توی زبان عبری هست به اسم ساکر یا آتش. درست مثل ساکر میشه این روش تو مصاحبه ها مشکل رو حل می کرد وقتی بهشون میگفتم که اگه شما از کارهایی که کردی صحبت نکنی اون وقت کس دیگه ای اونا رو به نام خودش میزنه طرف هم فورا میگفت کس دیگه ای مدعی میشه که از خطوط دشمن عبور کرده و اون عملیات پرخطر رو به جای من انجام داده نه خب پس بذار حقیقت ماجرا و نقش خودم رو برات بگم Right. من فکر کردم ممکنه که یه نوع عذاب وجدان داشتن که به حال افرادی رو کشتن و خیلی هاشون هم غیر نظامی بودن شما خودتون گفتید که اسرائیل بیشتر از همه کشورهای دیگه در عملیات مخفی آدم کشته ممکن به خاطر این باشه که اونها احیانا ازشون کارهای خاصه شده که نمیخواستن انجام بدن و عذاب وجدان داشتن Could that be because نه اصلا. سوالی که از همه اون افراد توی مصاحبه هم میپرسیدم این بود که آیا از فعالیت هایی که داشتی پشیمون هستی، تردید داری؟ آیا مجبورت میکردن که کاری انجام بدی؟ باید بگم اکثریت قریب اتفاق این افراد به جز سه یا چهار نفر همشون یه پاسخ مشترک داشتند. اینکه پشیمون نیستم و حالا که به گذشته نگاه می کنم اصلا افسوس نمی خورم. چون معتقدم کار درست رو انجام دادم هیچ کس ما رو مجبور نکرد حتی در کسوت افسرای عملیاتی هم بخشی از فرایند تصمیم گیری بودیم و باید بگم که این مسئله سنت نهادهای های اطلاعاتی اسرائیل اینکه افراد در نظام تصمیم گیری حضور دارن و این حق بهشون داده میشه که نظرشون رو اعلام کنن و مثلا بگن که فلان عملیات بهتر انجام نشه و فلان فرد بهتره که ترور نشه. مسئله کشدارهای هدفمند هم یک موضوع چالشی و بحث برانگیزه که دو تا سوال مهم رو پیش روی ما میذاره. آیا این کار از لحاظ اخلاقی و قانونی موجهه و آیا میتونه مؤثر باشه؟ وقتی از مامورین اطلاعاتی در مورد مسئله اخلاقی بودن کشدارهای هدفمند بپرسید، معمولا در پاسخ یه آیه از تورات شفاهی رو نقل می کنند. هر کس که می آید تو را نابود کند، از جایت برخیز و او را پیش از آنکه کشته شوی، از بین ببر. که البته من هم عنوان کتابم یعنی برخیز و اول تو بکش رو از همین وام گرفتم این افراد من کاری ندارم که حرفشون درستی یا غلط ولی معتقدن که وقتی که امنیت ملی در خطر هست وقتی که کشور امکان مبارزه از طریق دستگیری و محاکمه اون افراد مورد نظر رو نداره در مواردی که کشور درگیر جنگ با تروریست است درگیر مبارزه با اشاعه سلاحهای هستی و غیر متعارفه اونا میگن در این موارد چاره دیگه جز کشدار هدفمند نیست و اگه این کار رو نکنید کشورتون اگرچه شاید با یه تهدید وجودی روبرو نباشه ولی دست کم یه خطر بزرگ برای امنیت ملی رو باید به جان بخره ولی همین کارها هم, هم تروریسمه به عبارت دیگه مقابله با تروریسم با اقدامات تروریستی فقط این تروریسم دولتیه ببینید اسلوب قدیم قواعد جنگ در واقع این کشتارهای هدفمند رو ممنوع می کرد. ولی توی 20 سال اخیر این عوض شده و امروزه حتی نهادهای حقوق بشری و قضاتی که با حقوق بین الملل سر و کار دارن همشون این اصل رو قبول دارن که هر کشوری مجاز فردی رو که بهش میگن مبارز غیرقانونی یا تروریست اونو از بین ببره و قوانین بین الملل هم اختیار کشتن فرد تروریست رو به دولت ها میده. نه فقط برای زمانی که اون شخص با خودش بمب حمل کنه بلکه توی هر شرایطی مثلا وقتی که میره توی اتاقش بخوابه یعنی وقتی فرد عنوان تروریست داره زمانی هم که مشغول عملیات نباشه این عنوان ازش سلب نمیشه برعکس مثلا وقتی در مورد یه سرباز ارتش حرف میزنیم قضیه فرق میکنه کشتن یه سرباز وقتی یونیفرم تنش نیست و مثلا زمانی که میره خونه بخوابه جنایت جنگی به حساب میاد اما وقتی فرد تروریست به حساب میاد که البته یونیفرم هم نداره تا زمانی که جزو اون زنجیره فعالیت های تروریستی باشه همچنان تروریست محسوب میشه و از نظر بیشتر کشورها نهادها و قضات کشتن اون فرد قانونیه البته در عین حال ملاحظات و نکات مهمی این وسط مطرحه اینکه چه زمانی یه دولت مجازه که اون فرد رو بکشه اول باید پرسیده بشه که آیا واقعا هیچ راه قانونی برای دستگیری و محاکمه اون شخص باقی نمونده اینکه چه کسانی در تشکیلات اون سازمان تروریستی باید کشته بشن و چه کسانی کشتنشون مجاز نیست و البته مهمترین مسئله این وسط اینه که فرایند تصمیم گیری اطلاعاتی به چه صورت باید باشه؟ این عملیات به چی ختم میشه؟ آیا افرادی که معمور انجام عملیات کشتار هدفمند هستند میدونن که ممکنه این عملیات تلفات ناخواسته غیر نظامی ها رو دربر داشته باشه؟ آیا خطر کشته شدن شرخوندهای عادی وجود داره؟ مثلا در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما حداقل در آمریکا مصوب شد که اگر تهدیدی برای غیر نظامی ها و تلفات ناخواسته وجود داشته باشه مجوز این نوع عملیات ها نباید صادر بشه رونان تقریبا وقتمون تبول شده ولی یکی دو تا سال دارم که اگه خیلی خلاصه جواب بیدی ازت ممنون میشم چطور که اسرائیل حتی وقتی مامورا شناسایی میشن مثل مورد قتل یکی از رهبران حماس در هتل در دوبه در سال 2010 باز هم قصه در well, operatives... ببینید افرادی که سال 2010 در دوبه معمور کشتن اون عضو حماس یعنی محمود المبهوح بودن از طریق گذرنامه های جعلی و عکساشون شناسایی شدند. ولی با وجود اینکه دولت و پلیس دوبه حکم جلب اونا را صادر کرد و به اینترپل داد هیچ کدومشون دستگیر نشدن uh, to, what uh, what I mean, منظورم اینه که چرا اسرائیل در نه فقط no, well, uh, define... خب این برمیگرده به سوالی که قبلا از من پرسیدین آیا کشتن یه عضو حماس که بر اساس اظهارات خودش در قتل شهروندان و سربازان اسرائیلی دخیل بوده یه عمل تروریستی محسوب میشه یا نه یه عضو حماس که امکان دستگیری و محاکمش وجود نداره و البته این گزینه هم ترجیح داده میشه اگه کشتن این فرد رو عمل تروریستی به حساب بیارید بعدش میتونید اون سوالات دیگر رو هم مطرح کنید اینکه چرا و چطور دولت اسرائیل در این خصوص مجازات نشد ولی اگه این کار رو یه عملیات قانونی به حساب بیارید عملیاتی که توسط دولت یک کشور انجام میشه دولتی که میخواد یه تعادل بین ارزشی به اسم حق حیات و دفاع از شهروندان خودش و امنیت ملی از یه طرف و ارزش های دموکراتیک از طرف دیگه ایجاد کنه و هر از گاهی به این تصمیم میرسه که راهی جز کشتار هدفمند باقی نمونده اون وقت زاویه دید به قضیه فرق میکنه بازم تاکید میکنم که من اینجا دنبال بیان قضاوت شخصی خودم نیستم بلکه فقط دارم مسئله رو تشریح میکنم و به نظر من اینجا با یه مقایسه خیلی حساس و فریبنده روبرو هستیم اینکه بیایم کشتن یه فرد تروریست رو در کنار کشتار تروریستی شهروندان غیر نظامی قرار بدیم رونان چرا این کار رو میکنی؟ منظورم که برای چه هدفی همه این تحقیقات و آشکار کردن از کشورت کشوره؟ ممکنه تا رو خواهیم بدونن بله خب برچسبای خیلی زیادی تا حالا به من زده شده در کل من این کار رو با سه انگیزه انجام میدم اول اینکه حوزه اطلاعات و به ویژه عملیات های مخفیانه واقعا حوزه خیلی جذابیه. من هر جا که شروع می در مورد موساد و جیمز باند یهودی اسرائیلی حرف می مردم فورا چشاشون برق می چون دوست دارن بدونن که پشت پرده و اساس اتفاقی که توی دنیا داره میافته چیه؟ یعنی همون جیمز باند بازی به صورت واقعی و داستان فیلم یازده یار اوشن. دلیل دوم من اینه که به نظر من شما نمیتونید درک صحیحی از تاریخ اسرائیل و خاور میانه داشته باشید مگر اینکه آشنایی درستی در مورد تاریخچه نهاد اطلاعاتی این کشور کسب کنید. چون هر اتفاقی که در سطح امنیت ملی روابط خارجی و فعالیت های نظامی اسرائیل رخ داده با هماهنگی و حضور تشکیلات اطلاعاتی و نقش موثر اون در فرایند تصمیم گیری این کشور بوده البته لزوما همه این فعالیت ها توان با موفقیت یا رعایت نکات قانونی و اخلاقی نبوده میخوام بگم که این جیمز باند یهودی بعضی وقتا هم ممکنه مثل باز از کلوزو عمل کرده باشه ولی در هر صورت نهاد اطلاعاتی اسرائیل همیشه حضور داشته و مهم بوده و اگه بخوایم تاریخ خاور میانه رو بشناسیم باید یه خانش صحیحی از تاریخچه سازمان های اطلاعاتی اسرائیل داشته باشیم و اما انگیزه آخر من که شاید مهمترین هم باشه اینه که سازمان اطلاعاتی اسرائیل از لحاظ کمیت و منابع خیلی تشکیلات عظیمیه ولی با این حال ساز و کارهای نهادینه دولتی برای نظارت بر اون بسیار محدوده نظارتی که بتونه مانع عدول و سرپیچی سرویس اطلاعاتی اسرائیل از اساسنامه قانونی و اختیارات خودش بشه در چنین شرایطی به نظر من ماها به عنوان نویسنده روزنامهنگار و مورخ یه وظیفه داریم. شاید بهتر بگم یه تکلیف مقدس داریم که بیایم و اون نقش رو به عهده بگیریم. کاری کنیم که سازمان های اطلاعاتی اسرائیل در عین اینکه اقدامات بزرگی برای حفظ امنیت کشور و شهروندانشون انجام میدن قوانین حاکم و ارزش های مردم سالارانه رو هم زیر پا نذارن. Thank you very much. Donan uh, uh... Bergman, ممنونم از اینکه مهمان من در این برنامه بودی. سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت کردید.